بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة. من عند هاي عزيز وعلى قمندان علوم قرآن كريم وآموزش قراءات. سلام هاي بندر پذیرا شوید در هر جای دنیا که هستید. امید که صحت و سلامت باشید و صحت مندی شما را از بارگاه زید متعال خواهانم. برادران و خواهران عزیزم، به توفیق الله سبحانه و تعالی در سلسله شرح تجوید علمی، البته در دروس گذشته پیرامون مقدمات علم تجوید و خاصتا درس گذشته که البته روز سه شنبه گذشته در مقدمات و تمهید برای مخارج البته صحبت کردیم و مخارج رئیسی و بزرگ را خدمت شما عزیزان، تک تک شما عزیزان البته تقدیم کردیم. اینک به توفیق الله سبحانه و تعالی مخارج تفصیلی را که 17 مخرج است به قول جمهور علما که مذهب خلیل ابن احمد فراهیدی است که ایرا ابن جزری رحمه الله اختیار کرده است. البته نگفتن من که 3 مذهب هست در اختیار مخارج، که مذهب سبوی که اختیار امام شاطبی هست، اونها مخرج جوف را البته اسقاط میکنه، به نزدشان 16 مخرج است، و مذهب امام فرا و کسایی که موافقش هستند اونها هم مخرج جوف را اسقاط میکنه و همچنان برای حرف نون لام را یک مخرج قائل هستند. ولیکن ما به مخرج البته به مذهب خلیل ابن احمد فراهیدی که اختیار ابن جزری است، چنانچه که در مقدمش میگه مخارج الحروف 17 علی الذی یختاره من اختبر. هبدا مخرج تفصیلی. مخرج رئیسی عبارت بود از جوف، فضای داخلی دهن، حلق، مجرای خورد و نوش، لسان، زبان، شفتین لبها و خیشوم، آخر بینی. مخرج اول ما مخرج حروف مدی، البته که واو، یاو، الف، ایسی حرف مد از جوف، فضای داخلی دهن نطق می شود. بالمثال يوضح المقال. كلمي نو حي ها، نو حي ها، داري كلمة يسي حرف ماد بشروطي كالبتا يسي حرف حرف ماد قفتا مشاع، وي حروف راكي واو الف ويا استن در مجال لغة عربي ونحو عربي برش حروف علات ميكن، بخاطر از اینکه وقتی حروف در مقابل عدات جزم واقع می شود البته جزم می شود، مثل لا تنسا و ینسا، لا تنسا، یعنی حذف می شود، و می خاطر حروف علت می گن. چنانچه که علمای لغت عربی و آنچه که متعلق به صرف و نحو است ابیاتی را در کتب تراث ذکر می کند، می گه هر کی را دردی رسد ناچار گوید وای وای. و والف و یا در مجال علم تجوید به حروف مد، البته به شرایطی گفتیم که هر حرف از این حروف ساکن باشه و ما قبلش حرکت از جنس خودش باشه. در نو ببینیم که واو ساکن، ما قبلش ضمه است، نو نو نو. حی یا ساکن، ما قبلش کسره. ها الف ساکن، ما قبلش فتحه. به این شروط این حروف را حروف مد میگن، به خاطری که قابلیت تمطیط و کش کردن در این حروف هست.
و ابن جزری رحمه الله ایرا در مقدمش بنام حروف هوایی هم ذکر کرده است. فالف الجوفی و اختاها وهی حروف مد للهوائی تنتهی. الف و خواه رایش و برادرایش که واو یا استن بمی شروطی که ذکر کردیم که اینها انتهایشان یعنی به هواست. یعنی وقتی که ما هوا میگریم در شش تا وقتی که هوا در شش هست میتونیم حروف را به درازا بکشانیم، مثل نو حی ها، یعنی قابلیت تمطید و کش کردن مد حروف است. اما آنچه که متعلق به ادای قرائت هست، این موقوف به سماع است، به تلقی مشافه است که مد ما از دو حرکت شروع می شود تا شش حرکت، یعنی اقلش دو حرکت و اکثرش شش حرکت مشهور است. و در وسط فوایق توسط هست که به چهار حرکت، البته ما فوق چهار تا پنج حرکت شش، یعنی مد ما از دو حرکت کم نمیشه و از شش حرکت زیاد نمیشه. در نتیجه این سه حرف واو الف و یا، البته که در کلمه نوحی ها جمع شده است، از جوف فضای داخلی دهن نطق میشه. شما بس تجربه بکنید، نوحی ها صدایش از فضای داخلی دهن است. وقتی که ما یا غیر مادی یا واو غیر مادی را ان شاء الله تعالی شرح بکنیم، بس با وضاحت شما میدانید که حقا که حروف مد از جوف فضای داخلی دهن نطق میشه. علماء تجوید جزاهم الله عنا کل خیر، اونها لقمه سایق و تیار را بر ما پیش کردن، اونها هر حرف را تذوق کردین، چشیدین، تا بر ما قواعد ساختن کیفیت قرائت رسول الله صلی الله علیه و سلم را. البته در قوالب تجوید و قواعد را که اینها وضع کردین تا باشه که ما قرائت قرآن کریم را به طریق درستش ان شاء الله تعالی یاد بگیریم و قرآن را به طریق صحیح تلاوت بکنیم. این بود مخرج اول. ازمی هبد مخرج تفصیلی که به 29 حرف است، ازمو جمله مخرج اول ما نمبر یک، اول ما جوف بود فضای داخلی دهن. مخرج دوم ما میریم به حلق، یعنی در جوف یک مخرج بود بر سه حرف، میریم به مخرج دوم ما. در حلق سی مخرج هست بر شش حرف. مخرج دوم البته بعد از مخرج جوف اقصى الحلق است. اقصى الحلق یعنی ببینین ما در فارسی برش قام قرتک میم. گران لیدن کو تاسو لگ زیر شی به حلق که البته دری مخرج دی چی، اول مخرج دی چی اقصى الحلق ده دی تزک اقصى وی چی دی خلینا، یعنی لری منطقه ده تسوینی اقصى الحلق. نم دی پارا مسجد اقصى چوی چی دی مسجد حرام نه تسلر ده دی پارا دی توی چی مسجد الاقصى. مدلت اقصى پا عربی که لیر توی ادنا نگ دیتا. من ده های عزیز قام قرتک ببینین این دی حلق آخر حسه دیدینا همزه و ها، البته اداکی همزه و ها. من ده های عزیز دقیق شوین که اغلب مثقفین ما حتی در دو حرف غلطی میکنه در حرف ها و ها، میگن بسم الله الرحمن الرحیم. خب دقیق شوین که ما مخرج حرف را بشناسیم تا از این غلطی فاحش در امان باشیم، که احیانا نماز فاسد میشوه وقتی که حرف را به حرف تبدیل میکنیم. وقتی که مجالش باشه که ما بتانیم را یاد بگیریم باید کوشش بکنیم از الله بترسیم. الله میگه فتق الله ما استطعتم، ولی قبل از او لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وقتی که بر ما زمینه مساعد نیست، فعلا بر هیچ کس عذر باقی نیست. ما در عصر ذهبی قرآن کریم قرار داریم، الحمدلله ثم الحمدلله. دروس تجوید و دروس قرائات الحمدلله هم روزه، یعنی القا میشه، دروس هست در اینترنت، شبکات اجتماعی، همه چیز موجود هست، فقط از ما اجتهاد و کوشش میخواه. همزه و ها، همزه همیش باریک از شدید نطق میشه. ا او ای ا، وقتی کلک را در اقصى الحلق داخل حلق قرار داریم، ببینین ا او ای ا، ا او ای ا. متوجه باشین که حرف از پیش ما حرف همزه قلقله نشوه. اگر صفت شدت از این را مراعات نکردیم، اغلب میگن فجعلهم كعصف مأكول. ببینین مأكول رای حلش چیست؟ شدید نطقش میکنیم، بخاطر اینکه حروف شدت است. حروف شدت ما به سه بخش تقسیم میشه ان شاء الله تعالی، که در صفات داری بیشتر روشنایی خواهیم انداخت
که در همزه وقتی که صدا قطع میشه دیگه چی سونیده نمی شود، خاصتا در حالت سکون ا ا او ای ا فجعلهم كعصف مأكول ما نشوه قرآن 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 نشوه قرآن بین ا او ای ا ای بود حرف همزه از نفس مخرج، از خود مخرج همزه ها هم ادا می شود، هایی که دو چشمه برش میگیم ها ها هو هی اه 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 همراهش هوا جوریان میتیم و اگر هوا جوریان پیدا نکرد به خاطر که از حروف همس است ایتو نگیم که ها هو هی اه اه دینا اه نشه ایه ایه ببینیم بسیار نرم که همراهش هوا باشه ایه دینا ایه ها هو هی اه ای تمرینش است و علما میگه وقتی که ما میخواییم یک حرف را مخرجش را پیدا بکنیم حرف را ساکن میکنیم همزه وصل قرار میتیم قبل از حرف میگه حیث این قطع صوت فهو مخرجها نسکن الحرف و نأتی به همزه وصل حیث این قطع صوتها فهو مخرجها، یعنی حرف را ساکن میسازیم همزه را قبل از حرف قرار میتیم وقتی که صداش قطع شد در هر جا که صداش قطع شد همون مخرجش هست. ببینین اه اه ا او ای ا ا ا ان شاء الله کی دو حرف را فهمیدین مخرج دوم ما برای همزه و ها ا او ای ا ها هو هی ا، یعنی حرف از چهار حالت خالی نیست، اما فتحه او کسره و ضمه زبر زیر پیش اما ساکن، یعنی می چهار حالت از زیر تمرین میکنیم. علمای تجوید میگن بسیاری از کسایی که قاری هستن یا نیستن، یعنی همه که قاری هست انشاءالله تعالی، یکی حافظ هست یکی قاری، کسی که البته قرآن را تلاوت میکنه، حافظ بودن مسئله ثانوی است، مسئله دوم است، اما آموزش قرائت قرآن کریم فرض است که باید همه یاد بگیرن به طریقی صحیحش. میگه شاید حرف را در انفرادش زیبا صحیح نطق کنن ولیکن در وسط کلمه باز غلطی میشه، از پیشان حرف را نطق کردن می رای حلشی است، حرف را هم انفرادن سرش تمرین میکنیم و هم در داخل کلمه، وقتی که ما انفرادن و ترکیبن بالای حرف تمرین داشته باشیم ان شاء الله تعالی به مرور زمان آهسته آهسته گوش ما امرایش آشنایی پیدا میکنه و زبان ما ایره به سلیقه و طبیعت ان شاء الله تعالی نطق میکنه ا او ای ا ها هو هی ا. ای بود مخرج دو، مخرج سوم وسط الحلق. خب البته تنویه میکنیم برای بینده های عزیز که بخش شرح علمی تجوید هست برای 20 دقیقه، من همیش خدمت شما از عرض کردم که 20 دقیقه را به خاطر تجوید علمی اختصاص دادیم، بعد از او تماس های شما از زن را میگیریم. خب مخرج سیوم ما وسط حلق، از اینجا عین و ح نطق می شود، حرفی که با حرف ها همیش در تشابه هست و غلطی میکنن اغلب در کشور عزیز ما، متوجه شوید ح ح وسط حلق ح حو حی اح ح حو حی اح گران لیدون کو تسلک زیر شه ده حلق ده منزنا ده منطقه دینا ح نطق ح حو حی اح جهاد ها سر مشابه نشی ح ح ح اح و زمی مخرج حرف عین هم نطق می شود ع و ع ی ا. بعض شراح مقدمه جزری و کتب تجوید یعنی مصنفینش میگه که حرف عین دو مخرج داره، یکی مخرج صحیحش که از وسط حلق است و یکی مخرج یعنی مجهول از جوف که بعض هم میگن الحمدلله رب العالمین، هیچ معلوم نیست مخرجش، یعنی ما در وقت نطق یه حرف کوشش میکنیم که حرف را از وسط حلق نطق بکنیم ع میبینین ع او عی ا کلک را بگذاریم در وسط حلق بر ما معلوم میشوه ع او عی ا ا ا. حرف عین از حروف وسط است، اگر ما ای وسط از زیر مراعات نکردیم مثل کلمه علم الانسان ما لم یعلم، بساری ها ایره به خاطر وقفش که تا در نغمش برابر بیا میگن علم الانسان ما لم یعلم، یعنی به درازه ایره میکشن که غلط است، وسط دش مراعات میشوه، نه انقدر شدید است که ما صدا را امرایش قطع بکنیم و نه انقدر ریخ و نرم است که ما صدا را امرایش
بدوانیم به درازا بکشیم بکشانانیم. فقط حرف عین صفت وسط را داشت مراد میکنیم. معاعوعی علم الانسان ما لم یعلم، بس عزیزیات ای را دراز نمیکنیم. باز تکرار میکنم. ح حوحی اح عاعوعی اع، ای بود مخرج سیوم از جمله هبده مخرجی که انشاءالله تعالی ما در صدد شرح از او هستیم. بیاییم به مخرج چارم. مخرج چارم ادن الحلق. ادن یعنی نزدیک. گران آوریدون کو ادن پا عربی که نجده توایی، یعنی ده خلی او ده حلق سر ده نگده منطقه شده ده پردی تا ادن آوی او آخر ده حلق تا اقصا، وسط خو معلوم ده ادن اقصا. ببینین نزدیکترین منطقه به ابتدای دهن ادنا، از اینجا غین و خا نطق میشه. حرف غین، غلطی هایی که در حرف غین شنیده میشه، ما که انشاءالله بعد از مخارج صفات را شرح میکنیم، ولیکن یک روشنایی سریع سر از این مندازیم تا بر ما یک تمهید شوه وقتی که در صفات داخل میشویم، تا حرف را صحیح به طریقش یاد بگیریم. حرف غین نرم پر و به هوا نطق میشه، یعنی به هوای نرم پر. غا غو غی او ای غینی که میگن که غا غو غی اغ هوا میدار شده باشه، ای غلط است. و در وقت نطق حرف کلک را پیش روی دهن میگذاریم. غا غو غی او، ببین هوا نداره. غایری المغضوبی اینی صدا را داشت نمیکشیم. غا غو غی او. همچنان حرف خا از این مخرج نطق می شود. خا خو خی اخ. خا وقتی کسره داشت، همچنان غین و قاف ای سه حرف در حالت کسرش نسبی تفخیم می شود. ببینین غا غو غی غی او، خا خو خی اخ، غا غو غی او، خا خو خی اخ. به مشار مخرج اکتفا می کنیم. شما بنده های عزیز کوشش بکنی که سرازی تمرین داشته باشی، تمرین روزانه، و در هر درس کوشش میکنین که به اندازه البته وقت خود که شما هم بتانی سرازی تمرین بکنی، به همون اندازه میگیریم. قلیل تدوم علی خیر من کثیر تنقطع، چنان که در حدیث است که به کمی که مستمر باشیم بهتر است از زیادی که در او انقطاع بیاید. سریعا باز تکرارش میکنم. مخرج اول ما جوف برسی حرف از حروف مد نوحی ها. مخرج دوم همزه و ها او ای ا ها هو هی اه. مخرج سوم وسط حلق عین و ح ع و ع ح ح ح ح. مخرج چهارم مخرج غین و خ غ غ ا خ خ خ خ.